سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از کال آف دیوتی موبایل. تو این ویدیو قرار با همدیگه ایونت تریک اند تیز که جایی در کال آف اومده با همدیگه بررسی کنیم و ببینیم چجوری میتونیم در این ایونت سریعتر امتیاز بگیریم و جوازش رو کسب کنیم. فقط دوستان قبلش حتما دکمه لایک و سابسکرایب بزنید، زنگوله کنارش هم به صدا در بیاریم و حتما ویدیو تا آخر تماشا کنید که قرار 30 تا پیاز این ایونت رو با همدیگه بررسی کنیم. خب دوستان، تریک اند تریت همون مراسم قاشق زنی هستش که در هالوین یا همون چهارشنبه سوری ایران هم انجام میشه و نحوه ایونتش اینجوریه که ما دو تا امتیاز داریم. اول امتیاز مووین پوینت هستش که با بازی کردن در بیار و مولتی پلی ما میتونیم کسبش کنیم و با کسب کردن این امتیاز ما میتونیم کندی به دست بیاریم که واسه جواز و لیدربورد نیاز داریم. حالا چگونه ما میتونیم با این مووینگ پوینت ها کندی به دست بیاریم؟ اینجوریه که ما با بازی کردن در مولتی پلی و بتلیگا میتونیم از این مووینگ پوینت ها به دست بیاریم و با به دست آوردن از این مووینگ پوینت میتونیم به خونه های دوستان بریم که با رفتن با خونه های دوستان اگه حرفاز مثلا تریت کنن یا تری به یک مقدار کندی بموندن که وقتی این کندی ها بهمون بدن نوار پایین جوازش پر میشه و میتونیم جوازش رو بگیریم. و حالا اینکه این مووینگ پوینت ها چجوری ما میتونیم به دست بیاریم، کلا تو هر مودی بازی بکنیم بهتون از اینا میده و اینکه هر چی تعداد کیل بیشتری بگیرین تو این مود ها بیشتر بهتون امتیاز میده. فرض مثلا اگه بتل رویال بازی کنین دو تا دو نفر برتر باشین ولی هیچ کیلی نشه باشین، بهتون به طور معمول بین 20 تا 25 تا امتیاز بهتون میده از همین مووینگ پوینت ها که بد نیست. ولی اگه داخل بتل رویال بازی کنین ولی کیل داشته باشین بهتون 35 تا میده که اینجا معلوم میشه که تعداد کیل روی دریافت امتیاز خیلی موثر. خب این امتیازی بر اساس بتل رویال بود. حالا اینکه تو مولتی پلی بیشتر به اون امتیاز میده یا داخل بتل رویال، من وقتی هاردکور بازی کردم بهم 25 امتیاز داد به طور معمول و اینکه هاردکور چون سریعتر هست از بتل رویال تموم شدنش، به نظر من اگه هاردکور بازی بکنی بهتون بیشتر امتیاز میده و اینکه سریعتر میتونی ایونت رو زیادترش کنین و جوازش رو بگیرین، چون هم میتونیم توی هارد پوینت کیل بیشتری بگیریم و هرچی کیل بیشتر هم بگیریم مووینگ پوینت بیشتری بهتون میده. و اینکه توی مودهای دیگه مثل فری فور آل اینا، چون تعداد کیل کمتری نیاز دارن مثل تموم شدنش و وقتش هم خیلی کمتر نسبت به مودهای دیگه، امتیاز خیلی کمتری بهتون میده. برفض مثال اگه ما یک فری فور آل بازی کنیم کلا به اون 10 تا امتیاز میده که کلا به صرفی نیست. اگه میخوای این معمولیت رو سریعتر و زودتر تمامش کنی حتما یا هارد پوینت بازی کنی یا بتل رویال، و بتل رویال میخوام بازی کنی حتما سعی کنی تعداد گیلی بیشتری بگیری یا اینکه سه تا از این ست هم داشته باشین که داخل گردنه ما میتونیم بخریم که اینا به پول شما نیاز داره، پس اصلا به صرفه نیست. پس هم هارد پوینت بازی کنی یا بتل رویال به صرفه تر تا سریعتر مووینگ پوینت دست بیاریم. حالا ما این مووینگ پوینت ها رو به دست آوردیم چیکارش میکنیم؟ بالا سمت راست چند تا آواتار میبینیم که داخل هر آواتار یه فرندتونه، دوتا اولی ولی امپسی هست یعنی ما خود بازی هستم، یکی اوبن ترک و یکی کاپیتان پرایس. بعد از این دوتا دوستاتون هستن که وارد هر کدومشون بشین انگار وارد خونه اونا میشین، پشت درشون گیر میکنین که اگه بزنین انگار در بزنین و تریگن تریک کنین. اگه بهتون تریت بدن یعنی بهتون همون لحظه بهتون کندی میدن، اگه تریک بدن بهتون یک معمولیتی میدن که اگه این معمولش انجام بدین هم به اون شخصی که بهتون معمول داده و هم به خودتون کندی میده که میتونین جوابش رو دریافت کنین. بعد مثلا کاپیتان پراست تریک داده که بهمون یه معمول داده که تو یک بازی در هر مودی بازی بکنین بهمون کندی میده که وقتی انجام بدین هم به کاپیتان پراست هم به خودتون کندی میده. حالا این دو تا ام پی سی بودن که معلوم بود اولش تریک دوم تریک، به بعد دوستاتون چجوری هم برای دوستاتون هم خودشون داخل مای هاست میتونن انتخاب کنن که تریک بدن به بقیه یا تریت. یه وقتی مای هاست بزنین استراتژی خودتون رو میگه انتخاب کنین، تریک بزنین یعنی بهشون یه معمولیت میده برن انجام بدن تا کندی بهشون بدین، یا اینکه کلا همون تریت رو بزنین بهشون یک جد کندی بدین که نیاز به معمولیتی نداشته باشه واسه یه انجام دادنش، که این به انتخاب خودتون بستگی داره و انتخاب دوستاتون. وقتی مای هاست بزنین میتونیم تریت رو انتخاب بکنیم یا تریک، کلا این بستگی به شما داره که تریت مقدار کمتری بهتون کندی میده، تریک مقدار خیلی بیشتری بهتون کندی میده و اینکه بسیار رندومه یعنی میزان خاصی نداره. و اینکه وقتی بریم خونه دوستاتون در بزنین بهتون مثلا میگه 30 تا کیل بگیرین، که وقتی این 30 تا کیل رو انجام بدین بهتون 60 تا مثلا 600 تا کندی میده و آیتما داخل خونهشون هم میتونین مشاهده بکنین که دونه کارین کارت و گان معروفش که باش بازی میکنه و مدال معروفش هم میتونین
مشاهده بکنی. حالا اینکه دوستان جوازش چی هست، جوازش 4 تا جواز اپیک خیلی خوبی داره، یه دونه چارم تگنگ کلیک داره که باحاله و با مزه است، و جواز بعدش هم از این چارمش خیلی بهتره، مثل یه فریم که فریمش واقعا قشنگه و یه فریم خیلی خوبی هست که ما میتونیم رایگان دریافتش کنیم و جواز بعدش یه M16 هستش که بد نیست اینم اسکینش که قشنگ هم هست اسکینش، و جواز بعدش هم کاراکتر این هستش که بسیار کاراکتر خوبی هست واسه رایگان ها، که به نظر من کلا این سیزن تمام کاراکتر رایگان از تمام رایگان های گذشته خیلی بهتره. و اینکه دوستان هرچی از این کندی ها بیشتر جذب کنین، یه لیدربورد داره که روتاتون توی لیدربورد بالاتر میره و میتونین گست ازایی کارین کارتشو بگین که یه پامکین دستشه و کارین کارت خیلی قشنگ هم هست، و همچنین یه باندری میتونین دریافت کنین که توی شورتی داره، شورتی کت میو که شورتی باحالی هم هست، و خود جواز بهترش همون به دست آوردن کندی داخل نوارش هست، یه دونه کاراکتر خیلی خوب بهتون میده و یه دونه کانه M16. در کار دوستان این ایونت نکات دیگه واسهش نمون که بهتون بگم، اگه سوال داشتین حتما برام کامنت کنین. در کار بخوام نتیجه گیری بکنم اینه که باید ما بریم بی آر یا مولتی پلیر بازی کنیم، دمین در خونه دوستان در بزنیم و اگه تری دادن امتیازشو بگیریم، اگه تریک دادن معمولشون انجام بدیم و بعد امتیازشو بگیریم که بتونم بالاتر بره و جوازشو کسب کنیم. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردین، اگه دوست داشتین ویدیو رو و براتون مفید بود حتما دکمه لایک و سابسکرایب بزنید و زنگوله کنارش هم به صدا بیارید، و اینکه حتما منتظر ویدیوهای بعدی من باشین و ویدیوهای دیگه کانال من تماشا کنین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون.